السلام عليكم ورحمة الله. لعل الإيرانيين منذ القدم قد أولوا أهمية كبيرة للموسيقى والشعر، كما هي الحال اليوم، ويتميز التراث الموسيقي الإيراني بتعدد أساليبه وتنوعها، ومن أهمها الموسيقى المحلية الفولكلورية وموسيقى سنتي، وهي موروث فني شعبي. مع الأستاذ الموسيقار مسيح كابوتري من مدينة أصفهان نتحدث عن الموسيقى الإيرانية من الداخل. معكم زينب صفار، تابعونا. لعل تاريخ الموسيقى الإيرانية يعود إلى آلاف السنين، كما هو مثبت في الوثائق الأثرية لعيلام، وهي من أقدم الثقافات والحضارات التي كانت موجودة في جنوب غرب إيران. ولعل علم الموسيقى وبصفته فرعا من الرياضيات لطالما احتفظ بمكانة مهمة في بلاد فارس إلى اليوم. الأستاذ مسيح كابوتري، الموسيقي البارز والمدير العام لمعهد مولانا الرومي للموسيقى في أصفهان، وهو مدرس صوتيات المتخصص في موسيقى البوب، الذي اخترع وابتكر عددا من الآلات الموسيقية. ولإنجازات الأستاذ مسيح الاستثنائية في هذا الميدان، فاز بجائزة التمثال الذهبي من البرلمان الإيراني كفنان نموذجي، حتى بات مستشارا ثقافيا وفنيا لمجلس مدينة أصفهان. ولعل تميز الدكتور كابوتري لم يكن موسيقيا فقط، فهو المهندس الميكانيكي في فرع تصميم المعادن الصلبة وتحويل الطاقة، وهو عضو المجلس الأعلى للنخبة الإيرانية من أصفهان. ولأن الإيرانيين القدماء أولوا أهمية هائلة للموسيقى والشعر كما في يومنا هذا، الدكتور مسيح كابوتري يشرح ميزات الموسيقى الإيرانية. موسیقی ایرانی امروز بسیار گسترده تر از قبل شده و بخش های مختلفی رو داره، هم شامل موسیقی سنتی هست، هم شامل موسیقی کلاسیک و هم موسیقی پاپ و بخش هایی که اصطلاحاً به اون فیوژن میگیم و موسیقی ترکیبی و تلفیقی هست که بسیار مورد قبول و پسند همه جوامع بین المللی هست و مورد توجه واقع شده. As an expert in pop music, how did this genre evolve here in Iran? I mean, it evolved after the revolution, and this was the big question. With all the restrictions that were put in face of the music, for example, yet we have today in Iran a huge swathe of pop singers. موسیقی مثل یک تخت سنگ بسیار بزرگ بوده که طی سالیان زیاد تحت فرسایش قرار گرفته و این موسیقی که امروز میشنویم مثل یه تخت سنگ خیلی بلورین و زیبا و یه در واقع صدف گرانبهایی شده که توی یه رودخونه به ما چشمک میزنه و خیلی زیباست که سالها طی فرسایش قرار گرفته، طی تغییرات، مرور زمان، فرهنگ، آداب و رسوم و تونسته اینقدر زیبا و دلنشین و بلوری و شفاف بشه. اما اینکه چه تغییری پس از این 40 سال داشته، این 40 سال به دلیل شرایطی که در فرهنگ و جامعه و تمدن ایرانی بوده نکات مثبت و مهمی داشته، به دلیل اینکه موسیقی از اون حالتی که در قدیم موسیقی مطربی بود یا موسیقی های توی بزم و طرب یا مجالسی که شایسته هنر موسیقی نبود وجود داشت، موسیقی بعد از این 40 سال شکل و ابهت و شکوه بزرگتری داره، به صورت کنسرواتوار هست. امروز ما در تالارهای بزرگ موسیقی در ایران موسیقی رو به صورت ارکسترال و بزرگ و با شکوه داریم و از اون موسیقی که قبلا بوده و
سطح و لولش خیلی پایین بوده و خیلی موسیقی رو خوب نگاه خوب بهش نداشتن تغییر کرده و خیلی خیلی باعث به نظر من باعث رشد و پیشرفت موسیقی شده. البته بعضی از سبک‌های موسیقی در ایران به دلیل محدودیت‌هایی که هست اجازه فعالیت ندارن که خب من هم با موسیقی ها خیلی موافق نیستم که به اصطلاح موسیقی های غیر علمی یا زیرزمینی مینامیم و چه بهتر که محدود باشند و نتونن رشد کنن چون موسیقی نیستن. Right. Now, allow me to ask you about your style of music. I know that you have developed and you have innovated various musical instruments, and we're going to listen to a compilation of you playing on various instruments during this edition. But I would like you to highlight your style of music, Dr. Masih. درسته. من سبک مورد علاقه من همون سبک فیوژنه، یه ترکیبی از موسیقی مدرن و موسیقی کلاسیک و سنتی ایران که با تکیه بر اون اصول موسیقی و اون رساله ردیف موسیقی ایران که مستند هست، همون در واقع تاریخچه فرهنگی بسیار زیبا و پر اهمیت موسیقی ایران رو به شیوه مدرن و نوین ارائهش میکنیم که بشه به همه جای دنیا اون موسیقی رو ارائه و تقدیم کرد و مورد توجه بتونه واقع بشه. As we are speaking from Isfahan, you are from Isfahan. Is there a particular genre peculiar to Isfahan? I mean, how do you describe Isfahani sort of music? بله. اصفهان یه مکتب بسیار بزرگ موسیقی هست و ایران سه سبک موسیقی داره: مکتب تبریز، مکتب تهران و مکتب اصفهان. اصفهان سبک بسیار مهم و گسترده و بسیار زیبا و لطیفی رو در موسیقی داره که سالها مورد توجه قرار گرفته و از اجداد ما به ما به ارث رسیده. ما حتی گوشه ها و آوازهایی رو در یکی از آوازهای مهم موسیقی ایران اسمش اصفهانه، یعنی یه سبکه، یه روشه و ثبت شده و گوشه هایی رو که حتی خیلی از قدما در موسیقی ایران ثبت کردن، اینا اهل اصفهان بودن و بسیاری از بزرگان موسیقی ایران در اصفهان زندگی میکردن. همونطوری که در وقتی در میدان نقش جهان میریم یا آثاری رو در مسجد شیخ لطف الله میرید میبینید، اجداد ما همه اهل هنر، اهل ذوق، اهل نقاشی و اون هنرهای خاص بودند و قطعا این هنر مثل یه درخته، مثل شاخ و برگ یه درخت هستند و به هم دیگه مربوط و متصل هستند و در ریشه در فرهنگ و زبان و هنر شهر اصفهان. It seems that you are not only a musician, you are an artist in every sense. Even the pictures that you tend to describe and depict music with are very artistic. You are drawing a portrait actually of what you're saying. متشکرم. ولی من نقاشی میکنم ولی خب خیلی کم و بیشتر با نقاشی بزرگ در ارتباط هستم، دوستام هستن. حالا شاید خودم به صورت تخصصی نقاشی نکنم ولی نقاشی رو خوب میشناسم، درک میکنم و میفهمم و ازش لذت میبرم. گاهی اوقات برای یه نقاشی یه منظره، یه طبیعت موسیقی میسازم، یعنی اون ازش الهام میگیرم. But you're also a mechanical engineer as I know. How do you manage between the scientific sector and, you know, music and arts? Is it a way for you to run away, to flee from this, perhaps to a certain extent, sometimes boring factor and try to find your panacea in music? بله، گاهی اوقات این حالت هست که از کارم و از حرفم به موسیقی پناه ببرم و احساس آرامش و احساس بهتری داشته باشم، ولی من سعی کردم که موسیقی رو با علم مکانیک و طراحی و تبدیل انرژی ترکیب و تلفیق بکنم و بتونم بهره‌وری سازهای موسیقی و نواقصی که در مورد ساختار و ساختمانشان هست اونا رو اصلاح کنم و بتونیم سازهای جدیدتر، مدرنتر و بدون عیب با سونالیته و صدادهی مطلوبتری رو داشته باشیم و بتونیم در واقع در تاریخ ثبتشون بکنیم. Excellent. Now, as a musician, do you did you face and do the other musicians perhaps in the Islamic Republic of Iran face any challenges? Are there any red lines
vis-à-vis the music industry and the music arts. موضوع در ایران برای هر کسی که در زمینه کارهای فرهنگی تلاش بکنه و کار میکنه با این مسئله روبرو بوده، چه در زمینه من در زمینه چاپ کتابم با مشکلاتی روبرو بودم و به هر صورت زندگی هنری یک مبارزه است، یک مبارزه واقعی و یه هنرمند در ایران در واقع مبارزه میکنه و من سال هاست که به این زندگی از راه مبارزه با هنر و تلاش برای زندگی هنری کوشش کردم و خوشحالم از این بابت. Right. Allow us, Dr. Masih, to stop now for a short break and then afterwards we're going to talk a bit more about your latest, newest بله. Productions and contributions in the field of Iranian کنم. Music, but after the break, sir. إذا بله. فاصل قصير ونعود. لا تذهبوا بعيدا. الدكتور مسيح كافوتري الموسيقي المنتخب في المرتبة الأولى لخمس دورات من قبل المهرجان الوطني للموسيقى في إيران، والعازف المحترف على أكثر من 20 آلة موسيقية كلاسيكية وإيرانية، يحدثنا أكثر عن الحركة الموسيقية والفنية في البلاد. این حرکت هنری و موسیقی در ایران یک حرکت خودرو، خودجوش و شخصیه و من به دلیل علاقه های شخصی و آرزوهایی که در دنیای هنر داشتم این کار رو دنبال کردم و در واقع به آرزوی خودم رسیدم. نه من، همه اساتید و بزرگان موسیقی ایران که الان جزو مشاهیر موسیقی جهان هستند این حرکت رو خودشون دنبال کردن و هیچ حمایت دولتی نبوده، ولی مردم ایران مردم بسیار. Do you hold concerts? Do you have like music festivals? بله زیاد. بله و مردم توی ایران از موسیقی خیلی استقبال میکنن، خیلی به هنر اهمیت میدن و برای موسیقی هزینه میکنن و من یه بخشی از فعالیت هام تدریس موسیقی در حالا حوزه دانشگاه، آموزشگاه و کلاس‌های آموزشی هست و بسیار مورد توجه و استقبال مردم قرار گرفته و به هر صورت ادامه میدیم به همین صورت بتونیم به جایگاه‌ها و به روزهای خوبی برسیم که کنسرت‌های بزرگ جهانی داشته باشیم و بتونیم. Yes. What do you tell us about your latest productions and contributions in this sense? بله من الان روی چند تا آلبوم جدید دارم کار میکنم. اسم یکیش هست نغمه بلبل و اسم یکیش هست رقص پروانه ها که در واقع این موسیقی ها موسیقی های سمبولیک یا فوتوگرافیک هستن که من از طبیعت الهام میگیرم و این موسیقی رو روی سازم برای ساز خودم و ارکستر تنظیم میکنم و حالا آثاری هم دارم که به صورت مکتوبه برای حالا سازهای فلوت، نی یا سازهای کوبه اینا مشغول تولید و چاپ و انتشارشون هستن. Now, what about movie tracks? Have you participated? Have you put your musical signature on any drama work and movie track? بله، در مورد موسیقی متن یکی دو تا فیلم کار کردم و بدون کلام بوده و تجربه خوبی بوده. بله. Right. What's your most favorite instrument? Musical instrument. What is your baby instrument? خب من به تمام سازهای موسیقی جهان علاقه دارم و وقتی یه ساز جدیدی رو میشنوم چون ما هزاران ساز در فرهنگ موسیقای کل جهان داریم، وقتی واقعا یه صدای جدید میشنوم اصلا روحم از بدنم جدا میشه و دوباره عاشق میشم و واقعا سوال سختی رو پرسیدین. من سازهای مختلفی میزنم، بیشتر از 20 تا ساز رو مهارت دارم، روش کار میکنم، میزنم، ولی خب ساز مورد علاقه من که اونطوری که شما فرمودین ساز نی هست، یه سازیه که بسیار ساز قدیمی هست و 1300 سال قبل از میلاد مسیح قدمت داره و از دوران قبل از قاجار بهترین نوازنده های جهان در ساز نی در ایران زندگی میکردن و در شهر اصفهان و این برام با ارزش بوده و یک وصیت ارزشمند و مهمی که استاد کسایی یکی از بزرگان موسیقی ایران به من کردن
این بود که به من فرمودن که نگذارید که ساز نی رو از دست اصفهانی ها در بیارن. من وقتی که استاد این نصیحت رو به من کردن 15 سالم بود فقط و سعی کردم که در مورد این نصیحت استاد بسیار جدی تلاش بکنم و امیدوارم که تونسته باشم که این نصیحت که حالت وصیت به من داشت رو بتونم تا زمانی که هستم انجام بدم. خوب. Right. Now allow us, Dr. Masih, to invite you and invite our followers and viewers to listen to you performing a compilation of playing on different musical instruments. از محبتتون اشاره که بتونم که قطعاتی رو تقدیم حضورتون بکنم که مورد توجهتون قرار بگیره. دوباره دلم واسه قربت چشمات تنگه، دوباره این دل دیوونه واسه دل تنگه، وقتی از تو خوندن ستاره ترانه ها اسم تو برای من قشنگ ترین آهنگه، بی تو یک پرنده اسیر بی پروازم، با تو هم با میرسم به قله آوازم، اگه تا آخر این ترانه با من باشی واسه تو سختی از آهنگ و صدا میسازم، با یه چشمک دوباره منو زنده کن ستاره، نظر از نفس بیفتم توی تنها راه چاره، آی ستاره آی ستاره بی تو شب نوری نداره، ترانه تا همیشه تو رو یاد من میاده. تویی که عشقمو از نگاه من میخونی، توی که تو تا
زنده بشه ترانه هم پنهونی، تویی که هم نفسه همیشه آوازی، تویی که آخر قصه منو میدونی. اگه کوچه یه صدام یه کوچه یه باریکه، اگه خونم به چراغ چشم تو تاریکه، میدونم آخر قصه میرسی به داد من، لحظه یکی شدن تو آینه ها نزدیکه، با یه چشمای دوباره منو زنده کن ستاره، نظر از نفس بیفتم توی تنها راه چاره. Dr. Ustad Masih Kabutari, prominent musician and who doubles as a mechanical engineer, a member of the Supreme Council for Elite Iranians from Isfahan. Many thanks indeed for joining us. It was an excellent experience to host you, sir. خواهش میکنم. بسیار سپاسگزار و ممنون هستم که بنده رو به برنامه زیبا و فرهنگی خودتون دعوت کردین و از شبکه المیادین بسیار ممنون و سپاسگزارم و از برنامه ویژه منت داخل خیلی تشکر و قدردانی میکنم. انشالله که سعادت باشه که باز در خدمتتون باشیم و بتونیم با برنامه های نو و آثار جدیدی که انشالله میتونیم به جامعه هنری تقدیم بکنیم در خدمتتون باشیم. It was a great honor for us. We are so much pleased. It was an exquisite performance, sir. سپاسگزارم از خدمتتون. قربان شما. Always welcome, sir. إذا لقاء جديد في الأسبوع المقبل مع ضيف جديد وقضية جديدة ودائما من الداخل. للمزيد من التواصل تابعونا على صفحات السوشيال ميديا من كل فريق عمل البرنامج من كل الميادين من أصفهان. السلام عليكم ورحمة الله.